بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که گفته شد اما از من، غیر از قطبور و تقصیر هیچ نیست، ما کاری نکرد. اما شما یا باید از پدرتون تشکر کنید یا از مادرتون یا یک سابقه حسنایی و عمل صالحی داشتید که به این توفیق رسیدید. در بین این کلمات گفتند اینها خدام و نوکران حضرت زهرا هستند. این کلمه کلمه ایست بهت‌انگیز. قطب الدین راوندی از اعلام علما و فقها و محدثین متقدمین، او این روایت رو نقل میکنه که ام ایمن بعد از شهادت حضرت زهرا قسم خورد که در مدینه نمیمان. سر به بیابان گذاشت، چه بوده چه شده که بوده او میدانه، حلفت قسم خورد که در مدینه نمانه، رفت به صحرا. در اون بیابان عربستان تشنه شد، به حد مرگ رسید، یک جمله گفت، گفت یا رب انا خادمت و فاطمه. من خدمت گذار فاطمه. تا این جمله رو گفت از آتش کشته میشم، دلوی از آسمون سرازیر شد، شربتی نوشید، این مهمه. شرح این کلمات مفصله. شربتی نوشید، 7 سال نه تعامی نه شرابی،
نه آب نه نان نه غذا نه آب به این بدن دیگه نرسید. یعنی چی؟ یک کلمه گفت من خادمه فاطمه ام، خدمت مقبوله اینه. در این نشأه جوابش دادن، اونم آب از کجا بود کسی خبر نداره، منقلب کرد این بدن مادی را، نوامیس طبیعت رو خونسا کرد، خدمت او اکسیریز که هر فلزی را منقلب میکنه. اسم علامت مسماست. اسماء ما اسماء زمینیه، یک عده اسمهات آسمانیه، اما اونی که محیر العقوله اینه لفاطمه تسعة اسماء. او نه اسم داره، اما این نه اسم نه زمینیه نه آسمانی. کسی که اسمش اینه خودش چیه؟ اون وقت این اسمها چیه؟ هیچ مقامی بالاتر تصور نمیشه از مقام اندلاهی، اندگیت عزیز مقتدر، اند ملیک مقتدر. آسمان دیگه اونجا محوه، عرش و کرسی و لوح و قلم نابوده، مقام اندیت روایت اینه. فاطمه نه اسم دارد من عند الله. اگر اسم او عند الرب خود او چیست؟ شیخ المحدثین صدوق نقل میکنه از جابر سؤال کرد از امام ششم چرا فاطمت الزهرا زهرا نامیده شده؟ فاطمه چه شده توأم با کلمه زهرا شده؟ ما حدیثی داریم، فقه حدیثی، روایتی داریم، درایت روایتی. روایت یک باب، درایت روایت باب دیگره. حدیث بابیز، فقه الحدیث بابی، اشارات و لطائف و حقائقی که در کلمات اهل بیت، اینا در دسترس هر کسی نیست.
بپرسی چرا زهرا نامیده شده؟ جوابی که در این روایت من مختصر میگم شرحش یک کتابه. فرمود سر لقب زهرا، در سر لقب زهرا بیان امام قریب به این مضمونه که از نور عظمت خدا خلق شد، از نور عظمت. این درخشندگی منشأش اینه. وقتی خدا او را از نور عظمت خودش آفرید اشرقت تابید بر سماوات و ارض، باطن همچه باطنیه، روح جوهره انیت از نور عظمت. بعد که اشرقت میدان اشراق، عجب اینه، دائره اشراق، دائره نور آفتاب با این عظمت فقط منظومه شمسیست. هر یک از این شموس دائره‌ای برای اشراق دارد. این چه خورشیدی بود که دائره اشراقش تمام سماوات و اراضین را نور بارون کرد؟ ملائکه‌ای که امیرالمؤمنین در وصف آنها می‌فرماید من ملائکت اسکنتهم سماواتک و رفعتهم عن ارضک هم اعلم خلقک بکر، همچه ملائکه‌ای خرت الملائکتو ساجدین، تمام یک سر به سجده افتاده. گفتن بار الها این چه نوری بود؟ جواب عجیبه. این نوری بود که خلقته من عدمتی، او را از عظمت خودم آفریدم. این مبدأ خلقت. بعد فرمود اخرجو، این نور را خارج می کنم از نبی، از انبیاء خودم که فضلته على جميع انبیاء. نوری که از عظمت ریشه خلقتش، بعد در اون مقام در مرتبه و مقام اندیت ملیک مقتدر، بعد از تنزل در عالم طبیعت ظرف وجودی او صلب اشرف انبیاست،
همه اینها دقائقی داره. ظرف وجودی او صلب اشرف انبیا و مرسلین باید باشه، غیر از این نمیشه. کفر او بعد کیه؟ اون کسی که اگر نبود آدم و من دونه کفر او نبود. اون چه مهمه این کلمه است، این همون نوری که در صلب او قرار میدم و از این نور همه خلفاء خودم را به وجود می آورم. اون خلفایی که بعد از انقضاء وحی من اونها هر یک خلیفت الله در عالم امکانن، از حلم حسنی، شجاعت حسینیه، عبادت سجادیه، معاصر باقریه، آثار جعفریه، علوم کاظمیه، حجج رضویه، جود تقوی، نقابت نقوی، هیبت عسکری، غیبت الهیه، همه مستخرج از این نوره. این سر این که فاطمه شده زهرا. گوهر هم چه گوهری بود دیگه نمیشه گفت. یک کلمه برای کسی که بفهمه بسه، اون کلمه اینه: امیر المؤمنین که بود؟ علی ابن ابی طالب چه کسی بود؟ اون کسی که جبرئیل بین زمین و آسمان گفت لا فتی الا علی. اون کسی که یک ضربت به اتفاق عامه و خاصه اونایی که اهل درکن، یک ضربت او افضل من عبادت ثقلین. همچه کسی لیلت المبیت به جای پیغمبر خوابید که همه ملکوت را متحیر کرد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. در غزوه احد کاری کرد که انبیا و مرسلین متحیر شدن، بدن سوراخ سوراخ شد که فتیله می گذاشتن در این جراحات، از این طرف از این طرف بیرون می آوردن. پیغمبر عشق می ریخ، او خنده می کرد، می گفت یا رسول الله به رضای خدا هست. همچه کسی کنار بدن او گفت ای کاش علی مرده بود. نفسی علی ظفراتها محبوستو یا لیتها خرجت مع الظفر. او شناخت چه گوهری بود، چگونه زندگی کرد، چگونه دنیا رفت.
اصلا عقل مبهوته. این قضیه ایست خوب دقت کنید، ببینید چه منصبی نصیبتون شده، کاری کنید که اسمتون قلم نخوره. اعیان علما عامه نوشتن این قضیه را. پیغمبر وارد شد، دید دخترش وضع زندگیش اینه، علیها کساءٌ، کسایی که پوشیده از پشم شتر، به یک دست دستات میکنه. سید و شهدا رام شیر میده. تا پیغمبر بعد اون خانه رو دید، دمعت عیناه، خاتم قلب عالمه. وقتی او منقلب بشه، ملک و ملکوت منقلب میشه. چه وضعی دید که اش در چشم ها حلقه زد. تا دید چشم پدر گریانه، گفت جمله ای جبرئیل مبهوته، نه من و تو. در مقابل پیغمبر عکس العملش این بود، گفت یا رسول الله الحمدلله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. نعمت ها را یک طرف، آلاء را یک طرف، حمد بر او، شکر بر این. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله خدا می فرماید و لسوف یعطی که رب و کفتر الله. اینه این آیه در همچه وقتی نازل شد. خلاصه اونقدر به تو خواهیم داد تا راضی بشه. بعد چه خواهد داد؟ گفتنی نیست. مبدا این بود، اما منتها چیه؟ منتها اینه، این جمله بسه. اول کسی که قدم بر بساط قرب خدا میگذارد فاطمه زهرا، اول کس اون. حتی بر خاتم در این جهت مقدم، اول او وارد میشه بعد پدرش. این مطالب عقل هر حکیمی رو مبهوت میکنه. مهم اینه نه تنها شیعه نوشته، عامه اعتراف کردن اول من یدخل الجنه فاطمه. بعد چه خبره؟ کسی که وارد جایی میشه تا مستقر بشه، زارها آدم و من دونه من النبیین. اول برنامه بهش اینه، 124,000 پیغمبر به زیارت او میاد. حالا همچه کسی
چجور زندگی کرد؟ چجور از دنیا رفت؟ ما چه وظیفه داریم؟ اجر همه شما با خود، کسی که خدا جواب خدمت اون زن را در اون بیابان اینجور میده، آیا خدمات شما در اون پیشگاه محو میشه؟ کاری کنید که فردا حسرت نخورید. اگر یک هیئت بمانه روز سوم بیرون نیاد، حسرتی که خواهد خورد ابدی است دیگه و علاج نداره. که من می توانستم به این وسیله مرهم بر زخم دل زینب کبرا بگذارم، نگذاشتم. می توانستم با اون سینه زدن یا زهرا گفتن تسلیت به ولی عصر بگویم و نگفتم. مبادا این فرصت از دست بره، مبادا در مملکت هیئتی بمانه که امسال بیرون نیاد و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. ما گفتیم که فردا کسی گله نکنه. میدانید این هیئات اثر شیه؟ هیئت هایی که بیرون میاد، این به سر و سینه زدن ها یک دفتر نداره، در دفتر خدا ثبته. اول در کتاب او، لوح محفوظ او، چون یگان کنیز او فاطمه زهراست. دوم در دفتر خاتم ثبته، برای این که این شور و نوای شما مرهم به جراحت قلب خاتم انبیاست. قل لا اسألکم علیه اجرا إلا المودة في القربى. در دفتر امیر المؤمنین ثبت، در دفتر حسن ابن علی ثبت، در دفتر سید الشهدا که اون شب با پای برهنه پای اون جنازه دویده ثبت. وقتی برید به مشهد، امام هشتم جور دیگه به شما نظر میکنه که این همانه که گوشه اون شب برای مادر پهلو شکسته من این قدم رو برداشته. کاری کنید که امسال انشاءالله غیر از سالهای گذشته باشه و امسال در هر شهری همت کنی شام غریبان حتما باید دسته سادات بالخصوص علاوه بر بقیه حیات بیرون بیاد و در اون هیئت سادات غیر سید نباید وارد بشه. غیر سادات در هر مقامی پشت سر اونها باشن، اون هیئت سادات حتما در همه بلاد، قصبات، دهات بیرون بیاد
برای چی؟ برای این که اون شب شب دفن بود. در اون شب اون جنازه رفت زیر خاک، کنار جنازه اش هم امیر المؤمنین یک نامه ای پیدا کرد. در اون نامه نوشته بود به فرزندان من، به فرزندان من تا قیامت سلام برسون. اون شام غریبان باید جواب این سلام داده بشه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی تو تنها خود سپدر و مقر و مقر
قتیله انتقام جنگ بدر و خیبری زهرا. قصیده طولانیه، فقط بگم خودمم بسوزم با این دل آلودم در محضر مرجع بزرگ بارمون. انشالله آقا و میگت الله من عنایت دارم و انشالله تشریف دارم تو مجلس. تنی شکست بال و پری را، شکست بال و پری زاشیانه می بردن. تنی قریبان به شانه می بردن. جنازه ای که همه انبیاء به قربانش چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردن. مدینه فاطمه را روز روشن آزردن، چرا جنازه او را شبانه می بردن. به جای گل که گذارد روی قبر رسول، انشالله سالا بلندتر گریه کنند. به جای گل که گذارد برای رو اثر تازیانه می‌کنه. یا بقیت الله شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده. داشتم یکیش پیغمبر بود، یکی فاطمه بود، یعنی علی دیگه زمین خود. سر قد از قم دوتا گردیده بود، چوب تابوتش عصا گردیده بود. او پی تابوت زهرا می‌دوید. همه عالم و اهل ادب و اهل ذوق و نوکر او پی تابوت زهرا می‌دوید، نه به او تابوت او را می‌کشید. کم کم از دستش زمام صبر بگم گرد نرسد، کم کم از دستش زمام صبر مردم با دو زانو تا کنار قبر. با دو زانو تا کنار قبر خواست گیرد آن بدن را روی دست، زانویش لرزید باز از پا نشست. خدایا علی کمک میخواد، ناگهان از آن بهش بینشان گشت بیرون دستهای باغبان. دستهای پیغمبر از ره بیرون اومد. ای شکسته بال و پر بلبل بیا، ای زدستت رفته باغ گل بیا. بانبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده.
گریه نکردن انشالله ما به زمان یه نگاه بشین بکنه اینجا عشق بریزن شاخه یاسد اگر بشکسته بود دست های پاکبانت بسته بود هستیم بود